به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. به جلسه سوم میرسیم، جایی که در خصوص اسپلاین ها و ادیتیبل اسپلاین با هم صحبت خواهیم کرد. مباحث دو بعدی و ترسیمات دو بعدی که در 3D استودیو مکس به وفور استفاده میشه و از این اشکال دو بعدی میتونن احجام بسیار زیبایی رو ایجاد کنن. بحث اسپلاین و کلا مدل سازی با اسپلاین یه زمینه ای هستش برای خودش که فوق العاده گسترده هستش و ما در این جلسه سعیمون بر این هستش تا کلیات و در واقع یک مبحث خلاصه شده و جامعی رو توی زمانی که در اختیار داریم در این جلسه خدمتتون ارائه بدیم و برای بحث تکمیلی 3D مکس این مباحث رو مطرح کنیم و ببینیم در این زمینه در مقوله اسپلاین ها و ادیتیبل اسپلاین ها چه سیاست ها و چه مواردی مورد استفاده قرار میگیره بیشتر در زمینه مدل سازی و چه گزینه هایی رو داریم برای بحث مدل سازی. خب من به محیط نرم افزار 3D استودیو مکس میرم، ویوپورتم رو بزرگ میکنم به این صورت و حالت ویوم رو روی حالت کلی میذارم که در واقع ترسیماتمون با جزئیات بیشتری دیده بشه. من میام با زدن کلید G از روی کیبورد هم در واقع گریت های صحنه‌م رو غیر فعال میکنم. شما هر موقع کلید G از روی کیبورد رو فشار بدید و دوباره بزنید، گریت های صحنه‌تون از بین میره و یا برمیگرده که من برای راحتی کار این رو غیر فعال میکنم. برای ترسیمات دو بعدی من جلسات پیشی اشاره کلی کردم خدمتون که به کدوم قسمت بایستی بریم. در بحث کرییت در زیر مجموعه شیپس ما میتونیم اینجا انواع اقسام ترسیمات دو بعدی برای اسپلاین ها رو داشته باشیم که از این ترسیمات دو بعدی میشه استفاده کرد برای مدل سازی های پیچیده و احجام فوق العاده زیبا. بعد از اینکه این ترسیمات دو بعدی انجام میشه میتونیم در واقع اینا رو تبدیل کنیم به اسپلاین ها و یا اگه فایل رو به صورت دو بعدی از یک نرم افزار دیگه وارد 3D استودیو مکس کردیم میتونیم با تبدیل کردنشون به اسپلاین روشون یه سری ویرایش ها انجام بدیم. مواردی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید رو با هم بررسی خواهیم کرد، کلیات کار رو و زیر مجموعهشون رو خواهیم دید که چه چیزایی هستن و برای ویرایش کردنشون به چه صورت میتونیم عمل کنیم و چه تأثیراتی دارن بر بحث مدل سازی ما. اولین گزینه ما لاین بود. البته این مقوله رو من به طور خلاصه وار در حدی که معرفی کنم زیر مجموعه رو در جلسات پیش خدمتون عرض کردم، اما الان میخوایم به صورت تخصصی وارد بحث بشیم. با زدن گزینه لاین منوی مربوط به لاین در این قسمت برای من باز میشه. با کلیک بر روی لاین من میتونم بیام در صحنه یک کلیک کنم و موسم رو جابجا کنم در هر قسمتی که دلم بخواد ترسیمم رو انجام بدم. با زدن کلیک های در صحنه من میتونم در واقع این ترسیمم رو به این شکل انجام بدم و وقتی کارم تموم شد میتونم با راست کلیک از این فرمان خارج شم. حالا راست کلیک یا اسکیپ از روی کیبورد، من راست کلیک میکنم و ترسیمم به این صورت که ملاحظه میفرمایید انجام میشه. خب این ترسیم رو من خیلی راحت با استفاده از لاین در این صحنه انجام دادم. کالر این لاینم رو میام به رنگ منتخبی که اینجا ملاحظه میفرمایید در میارم و به این صورت در صحنه خودش رو نشون میده. مجددا میام لاین رو انتخاب میکنم. این بار میخوام یک حالت دیگه ای از ترسیم لاین رو خدمتتون عرض کنم. ببینید من یک کلیک میکنم و موسم رو جابجا میکنم، میارم اینجا کلیک میکنم و دوباره موسم رو جابجا میکنم، میام در نقطه سوم کلیک میکنم و موس رو نگه میدارم، کلیکم رو نگه میدارم، کلیکم رو رها نمیکنم. ببینید من موس رو اینجا کلیک میکنم و موسم رو جابجا میکنم، کلیک رو رها نکردم. این بار ببینید خط من به چه صورت داره تغییر شکل میده. الان میتونم من یک خطی رو ترسیم کنم که در واقع حالت قوسی داره به این صورت و میزان قوسش رو مشخص کنم و دوباره کلیک رو رها کنم. کلیک رو رها کنم این قسمت خط من دیگه ثابت میشه. حالا میرم سراغ خط جدیدم. این خط جدید رو ملاحظه میفرمایم من دیگه الان موس رو کلیکش رو رها کردم و فقط موس رو دارم جابجا میکنم. میارم در هر نقطه‌ای که میخوام کلیک میکنم، دوباره میارم یکی سمت. این بار دیگه ببینید بعد از اینکه این قسمت قوسی بود به خاطر این ورتکسی که اینجا ایجاد شد و ورتکس حالت در واقع اسموث داشت منجر شد تا این قسمت و این قسمت هم به صورت قوسی بشه و از این ورتکس که با کلیک ایجادش کردم و موس رو الان دارم با کلیک آزاد جابجا میکنم میتونم خط راست اینجا ترسیم کنم. بنابراین من میتونم ادامه خط راستم رو ترسیم کنم، بیام اینجا مثلا دوباره کلیک کنم، موس رو جابجا کنم، کلیک رو رها نکنم. ببینید چه گوسی رو میتونم اینجا ایجاد کنم، یه گوسی اینجا ایجاد میکنم، دوباره کلیک رو رها میکنم، میتونم به این صورت یک گوس دیگه به کار بدم، میارم یه جای دیگه کلیک میکنم و موس رو جابجا میکنم، دیگه کلیک رو رها میکنم. ببینید الان میتونم یک خط
راست ترسیم کنم به این صورت و به این حالت ترسیم را ادامه بدم. یه نکته، بخوایم این در واقع ترسیممون یک شکل بسته باشه، میتونیم بیایم روی اولین ورتکس که در واقع ترسیم رو از اونجا شروع کردیم کلیک کنیم. در این صورت به ما یه منو میده، یه اختیار میده، از ما میپرسه که آیا اسپلاینتون رو کلوز کنم، یعنی ببندم اسپلاینتون رو، یا خیر که من اینجا اگه بخوام این محیطم بسته بشه یس رو اگه بزنم این دوتا ورتکس رو یه ورتکس میکنه و شکل من شکل بسته ای میشه. اگه نو بزنم در واقع اسپلاینم رو نخواهد بست، پس میام اینجا یس رو میزنم این شکل من به صورت بسته میشه. خب بعد از اینکه ما لاین رو ترسیم کردیم، همونطور که اشکال سه بعدی احجامی که اینجا داشتیم یه سری منوها داشتن که میتونستیم اینا رو ویرایش کنیم، اشکال دو بعدی هم یه سری منوهای زیرمجموعه دارن برای خودشون که بتونیم اونا رو ویرایش کنیم. من میام روی این لاین کلیک میکنم و از این قسمت میرم توی مودیفایرش ببینم تو مودیفایرش در واقع چه گزینه‌هایی داره برای من. منوی مودیفای که ملاحظه میفرمایید و مودیفایر لیستی که در واقع اینجا ما میتونیم اعمال کنیم به این لاین در تصویر ملاحظه میکنه که به چه صورت هستش. خب برای اینکه من اینجا تسلط بیشتر داشته باشم، میام از این قسمت کشویی کلیک میکنم و این منو رو یک مقداری جمع میکنم تا اینجا یه سری گزینه‌ها داشته باشم که ازشون استفاده کنم. خب من میام این لاین رو که ترسیم کردم حس میکنم، این لاینم رو کالرش رو میام یه ذره تیره تر میکنم به این صورت و میام در نمای پرسپکتیو به لاینم نگاه میکنم. خب میام لاینم رو انتخاب میکنم، میرم به مودیفایرش و توی این قسمت میام قسمت‌های مختلف کار رو بررسی میکنم که ببینم چه صورت خواهد. یه کلیات و در واقع اکثر مواردی که به درد میخوره در بحث مدل سازی رو من خدمتون عرض خواهم کرد در زیر مجموعه های لاین ها و ترسیمات دو بعدی که ازش استفاده کنید برای بحث های مدل سازی. خب من همه این منوها رو میبندم با کلیک بر این منوی که در واقع مثلثی که اینجا هستش، من میتونم در واقع منوهام رو ببندم تا بتونم تسلط بهتری روی این منوهایی که ملاحظه میفرمایید داشته باشم. خب منو اول رو باز میکنم، رندرینگ هستش. خب با رندرینگ یک آشنایی اولیه داریم. خب همین توی منو رندرینگ ببینید، اولین گزینه من enable in renderer هستش، یعنی توی موتور رندر مشخص باشه، یعنی توی رندر بیفته. چی بیفته؟ ببینید توی رندر خطوط دو بعدی، ترسیمات دو بعدی ما نمیافتن. هر چقدر توی صحنه شما ترسیم دو بعدی انجام بدید، موقعی که میخواین رندر کنین این خطوط دو بعدی خودش رو نشون نمیدم، مگه اینکه برای خطوط دو بعدی بیاین این گزینه ها رو فعال کنید. حالا این گزینه چی میگن؟ اولی میگه که توی رندر فعال بشه. این تیک رو اگه من بزنم هیچ تغییر در صحنه ملاحظه میفرمایید اتفاق نمیفته، ولی اگه رندر کنیم قطعا این تیک باعث خواهد شد این خط و ویژگی هایی که داره داخل رندر دیده بشه. اما تیک دوم چی میگه؟ تیک دوم میگه شما خب قرار رندر بگیرین، یه درسته رندر معمولا زمان زیادی میبره و هزینه بر هستش برای ما. میگه شما خب شاید این خط رو کشیدین توی رندر، شاید ایراد داشته باشه. خب لازم نیست شما هی رندر بگیرین تا ببینید مثلا ایراد کار کجا هستش. میتونه این گزینه enable in viewport رو بزنید و نتیجه نهایی کار و ترسیمتون رو توی viewport، توی همین صحنه که دارید مدل سازی میکنید ببینید. خب این کار ما رو خیلی راحت تر میکنه، به جای اینکه زمان رو اختصاص بدیم به رندر گرفتن و مشغول بشیم برای کار رندر و زمان رو از این بابت از دست بدیم، میتونیم خیلی راحت اینجا این تیک رو بزنیم و تغییر رو در صحنه ببینیم که این خط توی رندر به چه صورت میفته. حالا این که این خط ما اومد کلوف شد به چه علت هستش رو با هم بررسی خواهیم کرد خدمتتون. خب ملاحظه میفرمایید به این صورت ما الان یک ترسیم رو داریم که با زدن تیک enable in viewport داریم ضخامتش رو میبینیم، به این حالت که ملاحظه میفرمایید. بعد از این قسمت در واقع در این بخش تیک بعدی که در زیر مجموعه همون enable viewport هستش، میگه که استفاده کنید از تنظیمات viewport. اگه ما توی viewportمون یه سری تنظیمات اعمال کرده باشیم به اشکالمون و کلا احجام که در صحنه هستن، میگه اگه در واقع یک تنظیمات عمومی زدین از اون تنظیمات هم استفاده بشه برای رندر و viewportی که اینجا هستش توی رندر هم بیفته و همچنین توی viewport هم اتفاق بیفته. یعنی ما اگه توی ویوپورت تنظیم کردیم که مثلا اسپلاین ها به این رنگ نمایش داده بشن، میگه که با استفاده از همون تنظیمات در این صحنه برای ما این اسپلاین رو هم اتفاق بیفته براش و اون تغییرات اینجا هم بهش اعمال بشه، که اگه این اعمال بشه به این تنظیمات ممکن استش داخل رندر هم این تنظیمات رو ما ببینیم تاثیرش رو. پس زدن این گزینه در واقع برای ما، میبینید این قسمت هم با زدن این تیک گزینه ویوپورت ما فعال میشه. میگه که در واقع از تنظیمات ویوپورت استفاده کنید، اگه تنظیمات عمومی برای صحنتون دادید از اون تنظیمات به این شکل هم اعمال بشه. خب من واسه بعد در خصوص کوردینیت ها و گوشه هستش خیلی مهم نیستش، فقط این منوی زیرین رو من خدمتتون عرض کنم که فوق العاده مهم هستش. خب ببینید الان من
اینجا ملاحظه می‌فرمایید به صورت یک مقطع دایره‌ای این خط ما ضخامت پیدا کرد، انگار یک دایره رو روی خط قرار دادیم و این رو امتداد دادیم در راستای در واقع خطی که داریم، یعنی این دایره حرکت کرد روی خط و یک همچین شکلی رو ایجاد کرده. اینجا ما میتونیم اون دایره رو مشخص کنیم به قسمت رادیال، در واقع در این قسمت ضخامت دایره رو میتونیم مشخص کنیم، بگیم آقا مثلا 5 سانتی باشه ضخامتش. ببینید به این حالت ضخامت خط من افزایش پیدا میکنه. گزینه بعدی سایدز هستش. با سایدز من میتونم لبه های کار رو نرم کنم. ببینید اینجا شکستگی ها رو، خب من میتونم وقتی سایز رو افزایش میدم این شکستگی ها کم و کمتر بشه. شاید روی پنجه اینو ست کنم، میبینید نرم تر میشه. شاید اگه اینو تعدادش رو کمتر کنم، اگه 3 بزنم خب مقطعش 3 زلی میشه. میام مثلا 6 میزنم که 6 زلی بشه. میام روی 9 قرار میدم، باز افزایش پیدا میکنه و هر چقدر این رو افزایش بدیم نرمی لبه ها بیشتر خواهد شد. انگل هم که در واقع زاویه چرخش رو برای ما مشخص میکنه که با تغییر این مقدار چرخش این مقطع و این ضخامتی که براش در نظر گرفتیم حول اون کزش در واقع تغییر پیدا میکنه که این گزینه اختصاص داده به همون موضوع. اما حالت بعدی، ما اومدیم روی این خط یه دونه دایره رو در واقع قرار دادیم و حرکت دادیم در مسیر خطی که ترسیم کردیم. خب این حرکت باعث شده که یک همچین شکلی رو داشته باشیم که مقطعش دایره‌ای هستش. اما ما میتونیم این مقطع رو به صورت مستطیلی هم در بیاریم. با این گزینه رکتانگولار رو من اگه فعال کنم به جای رادیال، به این صورت میبینید مقطع به شکل مستطیل در میاد. اینجا دیگه ما سایدز نداریم که از این سایدز استفاده کنیم برای نرمی لبه، چون ذاتاً این ترسیمی که انجام دادیم یک مقطع مستطیلی هستش با رکتانگولاری که اینجا فعال کردیم و نیازی نداره که لبه‌هاش پخ بشه. خب ابعاد این مربع یا مستطیلی که روی خط قرار دادیم و حرکتش دادیم از کجا تنظیم میشه؟ از این قسمت. از این دو تا گزینه میتونیم طول و عرض این کار رو مشخص کنیم. الان طول کار به اندازه 6 سانتی متر هستش و عرض کار 2 سانتی متر. من بخوام این مقطع مربع بشه، این قسمت رو باز 6 سانتی متر در نظر میگیرم. به این حالت ترسیمی با مقطع در واقع مربع شکل ملاحظه میفرمایید که اتفاق میفته. خب من میتونم این مقدار رو کمتر کنم، 2x2 بکنم. میبینید که این ضخامت خطم کاهش پیدا میکنه. چه ضخامتی؟ ضخامتی که به شکل مربع یا مستطیل خودشو داره نشون میده. من این ابعاد رو اگه بیشتر کنم، مثلا 2x4 بکنم، مقطع به شکل یک مستطیل 2x4 سانتی متر در میاد و به این حالت خودش رو نشون میده. خب زاویه یا همون چرخش رو هم میتونیم دوباره اینجا مشاهده بکنیم. با 45 درجه که وارد میکنیم، ببینید در واقع 45 درجه اون مقطعی که اینجا مشخص کردیم میچرخه و یه جورایی لوزی میشه. ببینید این مقطع در واقع اومده چرخیده. من F4 رو میزنم که H4 رو ببینیم در صحنه. اینجا هم در واقع کلی به حالت edged faces داشته باشیم. خب به این حالت ملاحظه میفرمایید مقطع به شکل لوزی در میاد. میتونیم این زاویه رو بیشتر کنیم، میتونیم مثلا کمتر کنیم، 30 درجه بکنیم. 30 درجه در واقع اون مقطعی که روی خط قرار دادیم تا حرکت کنه باهاش تغییر پیدا میکنه. منو بعدی، در واقع گزینه بعدی، اسپکت هستش. نسبت این گزینه ها رو به هم دیگه بررسی میکنه و تغییر میده. خب ببینید من اگه این مقدار رو افزایش بدم با همین گزینه که اینجا داریم، این کشویی که میتونیم مقدار رو تغییر بدیم، اگه این مقدار رو افزایش بدم ملاحظه میفرمایید اینجا همین مقادیر داره تغییر پیدا میکنه، یعنی میاد نسبت طول به عرض رو اینجا افزایش میده. مثلا اگه من اینجا 2 رو وارد کنم، میاد طول رو 2 برابر عرض میکنه. اگه 4 برابر بکنم، میاد طول رو 4 برابر عرض میکنه. اگه 5 رو بزنم، طول رو میاد 5 برابر عرض میکنه. و اگه این مقدار رو کمتر کنم، مثلا نیمش کنم، میاد عرض رو نصف میکنه، مینویسه برای طول، که از این گزینه میشه استفاده کرد. در مواقعی که مثلا عجله دارین، میتونید برای عرضش یه مقدار بزنید. مثلا اگه خدی دارین که عرضش براتون مشخص هستش، مثلا 5 رو بزنید، دیگه اینجا رو تغییر نده. میایید بیان اینجا، اگه بخوایم مثلا طولش 10 باشه، اینجا خیلی راحت میتونید مقدار رو مشخص کنید. مثلا اگه نیم بزنید، خواهد اومد 5 سانتی متر شما رو نصف خواهد کرد. اگه بخواید اینجا دو برابرش رو اینجا بنویسه، بایست 2 بنویسید و اوکی کنید، همون 10 سانتی متر که عرض کردم خدمتتون به عنوان طول اون مقطع و طول اون سکشن اینجا نشون داده بشه. در ادامه در قسمت پایین‌تر در واقع اوتو اسموس رو داریم. این گزینه به صورت اتوماتیک و به صورت بهینه شده میاد نرم می‌کنه کار رو و این نرم کردن کار با این تیک فعال و غیر فعال میشه. ببینید اگه من این تیک رو بردارم، این لبه ها و سختی هایی که میبینید
توی رندر خیلی اذیت میکنه. این قسمت هایی که ملاحظه میفرمایید، این لکه هایی که میبینید در کار و در این قسمت ملاحظه میفرمایید، اینا در واقع میان توی رندر لکه میشن. این اوتو اسموس رو بهتر استش توی کاراتون حتما بزنید تا لبه ها رو به صورت اتوماتیک و بهینه شده نرم کنه. قضیه بعدی که اینجا ملاحظه میفرمایید و یه مقدار میخواد، ریشولدش میاد حساسیت اسموس رو مشخص میکنه. من میتونم این مقدار رو افزایش بدم تا 80 یا حتی 100ش بکنم. این مقدار هرچی بیشتر بشه در واقع حساسیت بیشتر شده و روی نرمی بیشتر کار میکنه، که توصیه میکنم این مقدار همیشه روی عدد ثابت و پیش فرض باشه و تیک اوتو اسموس زده بشه. در قسمت بعد تویست کارکشن رو داریم که چنانچه ما چرخش رو در صحنه داشته باشیم میگه که این تیک اون رو اصلاح بکنه. کپ هم برای در پوش گذاشتن انتهای کار مورد استفاده قرار میگیره. برای اینکه بتونم بحث کپ رو خدمتون راحت‌تر عرض کنم و قابل درک باشه، من یه لاین رو ترسیم میکنم به این صورت. میبینید من وقتی اینجا لاین رو توی رندرینگش برای این ترسیمی که انجام داده بودم فعال کردم، ترسیماتی که در صحنه انجام میدم با همون مشخصاتی که قبلا ست کرده بودم برای این لاین به صورت پیش‌فرض با اون ادامه پیدا میکنه. خب کاری نداریم. ببینید من میام اینجا این ترسیمی که انجام دادن رو انتخاب میکنم، میرم تو مودیفای و در تنظیماتش میام کپ رو برمیدارم. چه اتفاقی میفته؟ ببینید من زوم میکنم این قسمت، اینجا یه قسمت تو خالی هستش. اگه کپ رو بزنم میاد برای این قسمت در پوش میذاره. ببینید به این صورت. و همچنین این یکی سرش، شاید سوال باشه براتون، اینجا رو هم باز دوباره اگه کپ رو برداریم همینجا و همینجا ملاحظه میفرمایید جفتش بدون درپوش میشه. و اگه این تیک رو بزنم یا درپوش میذاره برای جفت سر خدی که من دارم. حالا در ادامه کپینگ آپشنز رو داریم ما اینجا. کپینگ آپشنز میاد چی رو مشخص میکنه؟ میاد نحوه درپوش گذاری انتهاها رو برای ما مشخص میکنه. با کواد کپ میتونیم با فعال کردنش یه سری مشخصات اینجا در نظر بگیریم. ببینید ما اینجا میتونیم سگمنت ها رو افزایش بدیم. این سگمنت چیکار میکنه؟ با زدنش ملاحظه میفرمایید در ویوپورت چیکار میکنه؟ میاد یه تعداد سگمنت در امتداد همین انتهایی که داریم اضافه میکنه و کار رو رفته رفته میبنده. به این صورت که ملاحظه میفرمایید. اما این گزینه اسفیر هم با تغییر دادنش ما میایم مقدار این بیرون زدگی رو مشخص میکنیم. میبریم و همسط میکنیم با همون کپ اصلی که داشتیم و سگمنت ها رو میتونیم افزایش بدیم. اگه بخواد انتهای کار حالت گردی به خودش بگیره و در واقع نرم باشه، این اسفیر رو در واقع افزایش بدین تا شکل و سر خط ما به این صورت که ملاحظه میفرمایید حالت نرمی به خودش بگیره. با کم کردن مقدار اسفیر قطعا این مقدار به سطح صاف خواهد رسید با مقدار صفر و هر چقدر بیشتر بشه این قسمت نرمتر خواهد شد. این مقدار اسفیر بین 0 و 1 متغیر هستش. با تعداد سگمنت هایی که داریم هم میتونیم کار کنیم و نرمی رو بیشتر کنیم. سگمنت ها رو جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که هر چقدر تعدادش بیشتر باشه توی لبه ها و پخش شدگی ها بهتر میتونه نرمی رو به رخ بکشه و کار رو زیباتر جلوه بده. خب من این قسمت رو غیر فعال میکنم چون دیگه با این گزینه ها کاری نداریم. گزینه‌ای که به درد میخوردن در این زیرمجموعه رو خدمتتون عرض کردم. من این قسمت رو میبندم، منوی بعد اینترپولیشن رو باز میکنم. اینترپولیشن اگه بخوام این قسمت رو بهتر خدمتتون عرض کنم، من میام یه دونه آرک اینجا ترسیم میکنم. به این حالت یک آرکی رو اینجا میزنم که انتهاشم به این صورت باز هستش. خب این آرک رو من انتخاب میکنم، میرم توی تنظیماتش و در این قسمت اینترپولیشنش رو بررسی میکنم. ببینید من اگه این اپتیمایز رو بردارم، تعداد استپایی که ملاحظه میفرمایید اینجا نوشته شده، اینا رو اگه من افزایش بدم مثلا روی 60 بذارم، ببینید توی ویوپورت چه اتفاقی میفته؟ نرم میکنه لبه ها رو. اینترپولیشن میاد از این مقادیر استفاده میکنه و خطی که ترسیم کردیم رو نرم ترش میکنه. من این مقدار رو کاهش بدم، میبینید هر چقدر که این مقدار کاهش پیدا میکنه دیگه توی مقدار صفر میاد به یک خط شکسته تبدیل میشه. با افزایش دادن این مقدار میبینید دایره من حالت نرم تری به خودش میگیره و با کمتر کردنش حالت سخت تری. من میام اینو افزایش میدم، هر چقدر افزایش میدم این آرکی که حالا اینجا به هم نرسیده و شکل دایره هستش اون نرمیش رو بیشتر میشه حس کرد. با زدن اپتیمایز این مقدار میاد اپتیمایز میشه به صورت پیش‌فرض توسط خود مکس. اداپتیو رو هم اگه بزنید، ببینید من اینجا رو اصلا کم میکنم، روی 4 میذارم. تیک اداپتیو رو اگه بزنم خود 3D استودیو مکس میاد این مقدار رو غیر فعال میکنه و استفاده میکنه از این گزینه اداپتیو و کل سگمنت های روی جسم دو بودیم رو به شکلی که بتونه با حداقل ورتکس ها نرمش بکنه
برای من تغییر میده. حالا این قسمت رو شما نادیده بگیرید، چون به این قسمت ما خواهیم رسید. ببینید، من میام از همین دایره که اینجا دارم یه دونه کپی میگیرم، میخوام یه مورد رو خدمتتون عرض کنم. یه کپی میگیرم که در واقع تغییراتش نسبت به هم اعمال نشه، نمیذارم روی اینستنس. خب توی یکی از این دایره من این ادابتیو رو غیر فعال میکنم و اصلا میام اینجا مقدارم برمیگردون روی حالت 6. خب ولی توی این یکی من میام ادابتیو رو میزنم، من میام جفت اینا رو کانورت میکنم به اسپلاین، همچنین این یکی رو کانورت میکنم به اسپلاین. خب حالا این قسمتشو نادیده بگیرید چون بهش میرسیم. من میام توی ورتکس ها، ببینید اینی که ترسیم کرده بودیم و روی حالت ادابتیو بود چند تا ورتکس داره، یه دونه اول داره، یه دونه انتها داره، دو تا هم اینجا داره. حالا این یکی رو میام بررسی کنیم، اینی که حالت ادابتیوش غیر فعال بود و یه ترسیم ساده داشت، اینم میام ورتکسشو بررسی کنیم. ببینید 1-2 برای ابتدا و انتها و دو تا هم اینجا داره، ولی نتیجه کار رو ببینید دوستان، این ادابتیوش روشنه، این ادابتیوش خاموشه. نکته با این که تعداد سگمنت ها برابر هستش، یعنی این دوتا از نظر حجم کار هم تقریبا یکسان هستن و حجم خاصی از سیستم ما اختصاص ندادن به خودشون، ولی با این حال توی یکی با تعداد سگمنت برابر، با تعداد در واقع ورتکس برابر نسبت به اون یکی اومده کار رو نرمتر کرده برای ما. پس در قسمت‌هایی که شما قوس دارین در کار، خیلی راحت بیاین از این گزینه ادابتیو استفاده کنید تا این قوسا رو به شکلی نرمتری در بیاره و این شکستگی‌هایی که اینجا می‌بینید از بین بره. خب من اینا رو حذف می‌کنم، برمیگردم به صحنه خودم. خب من اینجا منوی اینترپولیشن هم خدمتتون عرض کردم که به چه صورت هستش. میان سراغ قسمت سلکشن. توی بحث سلکشن من میتونم اینجا یه سری گزینه ها داشته باشم برای سلکت های بهتر. خب هر خطی که ما در نرم افزار 3D استودیو مکس هر اسپلاین که ترسیم میکنیم سه تا زیر مجموعه داره برای سلکشنش. زیر مجموعه اول با نگه داشتن موس روش مشخص میشه، ورتکس هستش، که شاید تا اینجا در خصوص ورتکس ها یه سری صحبت های کردیم و با این گزینه آشنایی دارید. زیر مجموعه دوم سگمنت هستش، سگمنت ها بازم در خصوصشون صحبت کردیم. و زیر مجموعه سوم اسپلاین هستش. حالا اینه چی هستن هر کدومشون؟ ببینید من اگه ورتکس رو کلیک کنم، ورتکس در واقع نقاطی هستش که من موقع ترسیم این خط روشون کلیک کردم و از اونجا رد شدم. در واقع گوشه های کار رو برای من ورتکس میاد مشخص میکنه. با استفاده از ورتکس ها میتونیم تغییرات زیبایی رو روی کار اعمال کنیم. میتونیم این هندل ها رو انتخاب کنیم و جابجاشون کنیم و شکل رو ویرایش بکنیم به این حالت. گزینه بعدی سگمنت هستش. سگمنت از اتصال دوتا ورتکس به همدیگه ایجاد میشه. تعریف همون خط دستشه، فاصله بین دوتا نقطه اگه من وصل بشه تشکیل خط میده. خب سگمنت و فاصله بین این نقاط رو برای ما مشخص میکنه به این شکل که ملاحظه میفرمایید. خب بعد از سگمنت من اسپلاین رو دارم. اسپلاین کل یک اسپلاین هستش. مثلا این ترسیمی که اینجا انجام دادم، با کلیک بر هر قسمتی که داره میتونم این اسپلاینی که اینجا ترسیم شده رو در صحنه ببینم، که خب اینم یه گزینه هستش برای خودش. هر کدوم از این گزینه‌ای که ملاحظه می‌فهمن یه سری زیرمجموعه داره که با انتخاب هر کدومش ممکن استش فعال یا غیر فعال بودن گزینه‌های زیرین تغییر پیدا کنه. ببینید توی ورتکس الان ما اینجا یه سری گزینه‌ها داریم که فعال استش، وقتی برم توی سگمنت می‌بینید یه سری گزینه‌ها غیر فعال میشن و وقتی برم توی اسپلاین یه سری گزینه‌ها اونجا غیر فعال میشن و چه بسا یه سری گزینه‌ها فعال میشن. یا حتی برای سگمنت درسته اینجا یه سری گزینه‌ها غیر فعال شد، ولی شاید در ادامه یه سری گزینه‌ها هستن که ما میتونیم از اون گزینه‌ها استفاده کنیم برای ویرایش خود سگمنت ها. از این قسمت به بعد رو من میخوام توی ادیتیبل اسپلاین خدمتتون عرض کنم. بنابراین این قسمت رو من میبندم. ببینید ما هر ترسیم دو بعدی که اینجا انجام بدیم برای خودش یه سری تنظیمات داره. حالا چه دایره باشه، چه آرک باشه که من بخوام اینجا ترسیمش رو انجام بدم، به این صورت چه آرک باشه، چه حالا سیرکل باشه، چه مستطیل باشه، یا چه اشکال دیگه مثل حلقه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید، چه ستاره باشه، هر کدومش برای خودشون یه سری تنظیمات دارن. چند زلیه که ملاحظه می‌فرمایید، یا حتی اگه تکست باشه میتونیم باز روی این تکست یه سری تغییرات انجام بدیم و مابقی در واقع گزینه‌ها، که اینا رو من اینجا ترسیم کردم از هر کدومش. بریم داخل تنظیمات هر کدوم یه سری گزینه‌ها رو با هم بررسی کنیم و کانورت کردن به ادیتیبل اسپلاین هر کدومش رو ببینیم به چه صورت هستش. خب اولین ترسیم میایم از همین آرک
شروع میکنیم. ما لاین رو بررسی کردیم گزینه‌ای که داشت و حالا به بحثای بعدیش خواهیم رسید. میام آرک رو بررسی میکنم. ببینید توی لیست مودیفای مربوط به آرک برای ویرایش این گوسی که ما ترسیم کردیم در صحنه سه تا گزینه داریم کلا. ببینید یه دونه رندرینگ داریم، یه دونه اینترپولیشن داریم، یه دونه هم پارامترز داریم. رندرینگی که خدمتتون کامل عرض کردم همون گزینه‌ها هستن که میتونید ازش بهره ببرید برای احجام و ضخامت دادن به خطوط، چه در ویوپورت چه در رندر که اینجا ملاحظه میفهمید، و اینجا میتونید در واقع انواع مختلف حالت‌ها رو برای ضخامت مربوط به آرک‌ها بدین. همچنین قسمت اسموس و کپ بودن و شکل کپ بسته بودن انتها رو مشخص کنید که من حالا این دوتا قسمت رو غیر فعال میکنم میبند. منوی بعدی اینترپولیشن هستش. در اینترپولیشن برای آرک دوباره میتونید همون بحث اپتیمایز و ادابتیو رو داشته باشین که اینجا میتونید استپاش رو مشخص کنید که هر چقدر این مقدار کم باشه مجددن آرک ما به صورت شکسته شکسته خواهد شد، و هر چقدر این مقدار بیشتر باشه آرک ما نرمتر خواهد بود، که با زدن ادابتیو 3D استودیو مکس به صورت هوشمند میاد یک نرمی رو در کل کار ایجاد میکنه. منوی بعدی پارامترز هستش. توی پارامترز من قبلا توضیح دادم خدمتتون میتونید در واقع رادیوس رو مشخص کنید و شروع و پایان آرک رو برای اینکه یک دایره بشه مشخص کنید که از کجا شروع شده باشه و به کجا ختم بشه به این صورت. خب اینجا هم که نحوه اسلایس زدن نسبت به مرکز قوس رو میشه مشخص کرد و با این گزینه‌ها کار کرد تا ترسیمات رو به شکل صحیحی ویرایش کرد و اون شکلی که مد نظر هستش رو ازش بیرون کشید. اما یه مسئله، من این آرک رو میام ایزولش میکنم. ببینید این آرک رو ما اینجا مشخص کردیم که خب این رادیوس رو داشته باشه، از اینجا شروع بشه یا حالا مثلا یه همچین شکلی داشته باشه و به کجا ختم شه، مثلا اینجا ختم بشه، و حتی پای سلایسش رو هم میزنم تا در واقع یک گاچی رو اینجا از این آرک که ترسیم کردیم بده. خب غیر از این سه تا ما دیگه نمیتونیم ویرایش روی این شکل انجام بدیم که درسته یه دونه رندرینگ داریم، یه دونه اینترپولیشن داریم، یه دونه پارامترز داریم. بخوایم گزینه‌های بیشتری رو در صحنه داشته باشیم بایستی یه کار بکنیم. یعنی ما این سه تا گزینه رو داریم که خب رندرینگ هستش، اینترپولیشن هستش و پارامترز هستش، که خب میتونیم اینجا یه سری تغییرات بدیم. نهایتش دیگه بخوایم روی این شکل ترسیم و ویرایش رو انجام بدیم، از این قسمت در واقع رادیوس و شروع و پایانش رو مشخص می‌کنیم و یه دونه پای اسلایس می‌زنیم با یه ریورس که در واقع کار رو برای ما معکوس می‌کنه ورتکس داره. خب غیر از این ما نمی‌تونیم تغییر آنچنانی در کار بدیم. میایم چیکار می‌کنیم؟ میایم روی همین شکل کلیک راست می‌کنیم، convert to یعنی تبدیل به، convert to editable spline. این گزینه رو اگه بزنم میبینید یه سری گزینه‌های دیگه این پایین اضافه میشه. یه گزینه‌م رفت، یه زیر مجموعه‌م رفت. ببینید من کنترل زد میکنم، پارامترز من دیگه اینجا از بین میره، یعنی ریدیوس و شروع پایان و پای سلایس من از بین میره، چون میخوام روی این شکلی که فعلا دارم ویرایشم رو انجام بدم. بنابراین این شکل رو برای من تثبیت میکنه و در کانورت به اسپلاین میاد یه سری گزینه‌ها اینجا به من میده. خب رندرینگ رو که دارم درسته، در ادامه اینترپولیشن رو هم دارم. سلکشن برای من منوی انتخاب قسمت‌های مختلف کار هستش. میتونم اینجا با این زیر مجموعه کار کنم، میتونم این قسمت سافت سلکشن نوع انتخابم رو مشخص کنم که انتخابم به چه صورت باشه، و در قسمت جیومتری که مهمترین قسمت اسپلاین ها هستش یه سری تغییر روی خود اسپلاینم بدم و اون مشخصه ها و ویژگی های اصلی که در خصوص اسپلاین هستش رو اینجا ویرایش کنم. پس با این کار میتونیم گزینه های بیشتر رو در اختیار داشته باشیم با تبدیل کردن اشکال به ادیتیبل اسپلاین. خب حالا به این منوها من فعلا نمیپردازم، از ایزوله خارج میشم. آرک رو که با هم بررسی کردیم، من این رو حذف میکنم، این دوتا اسپلاین رو هم از بین میبرم، دونه دونه ترسیمات که توی این صحنه داریم رو من میخوام بررسی بکنم. خب رندرینگ این لاینم رو چک میکنم که غیر فعال باشه، یه دونم اینجا لاین میکشم که پارامترای این لاین رو هم خدمتتون من عرض میکنم. میام توی مودیفای. خب برای این لاینی که ما ترسیم کردیم هم یه سری گزینه‌ها داریم به این صورت که اینها در واقع همون گزینه‌های مربوط به ادیتیبل اسپلاین هستن. من اگه این رو کانورت به ادیتیبل اسپلاین بکنم هم باز همون ویژگی‌ها رو داریم برای لاین ها. میام سراغ دایره یا همون سیرکلی که ترسیم کردم. سیرکل من اینجا سه تا منو داره. یکی رندرینگ هستش، باز این موارد رو با هم بررسی کردیم، اینترپولیشن که در واقع همون بحث نرمی رو مشخص میکنه، و نهایتاً پارامترز. پارامترز منم فقط یه گزینه داره که میتونم ریدیوس این دایره که ترسیم کردم رو کم و زیادش بکنم. باز دوباره اینجا بخوایم یه سری تنظیمات بیشتر در اختیار داشته باشیم و ویرایش‌های بیشتر روی این دایره انجام بدیم، میتونیم اینو کانورت به تیبل اسپلاین کنیم
و یه سری گزینه اینجا داشته باشیم. خب اولین و ساده ترنش میشه همون سلکشن که میتونیم یه دونه ورتکس رو انتخاب کنیم و جابجا کنیم. ببینید چقدر زیبا میشه یک شکل رو جابجا کرد و ویرایش کرد ورتکساش رو و حتی شکل کلی یک دایره رو. خب پس برای دایره هم ما میتونیم یه همچین کاری انجام بدیم. میایم برای رکتانگل. خب رکتانگل منم در مودیفایش دو تا گزینه رندرینگ و اینترپولیشنش چیه مشخص هستش چی هستن. پارامترز طول و عرض مستطیل رو برای من مشخص میکنه. مثلا میخوام این مستطیل من 100 در 70 سانتی متر طول و عرض داشته باشه به این شکله. خب کورنر ریدیوس میاد ریدیوس گوشه ها رو مشخص میکنه. ببین من اگه این مقدار رو بیشتر کنم گوشه های کار رو ملاحظه میفرمایید اینجا رو میاد اون قسمت رو نرم میکنه. اگه این مقدار صفر باشه اینجا گوشه تیز هستش برای مستطیل من، ولی با افزایش این مقدار کار به چه صورت میشه؟ به صورت پخ گرد گوشه رو میاد نرم میکنه به این شکلی ملاحظه میفرمایید. خب نهایت تغییری که من میتونم روی همین مستطیلم انجام بدم باز همین هستش. خب در این حد من تثبیت میکنم و میام راسترینگ میکنم، کانورتش میکنم به تیبل اسپلاین که باز دوباره من یه سری منوهای جدید اینجا در اختیار میگیرم. پس برای مستطیل هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. در ادامه من یه دونه ستاره اینجا ترسیم کردم. خب این ستاره من باز اینجا دوتا منوی رندرینگ و اینترپولیشن داره نهایتش و یه دونه پارامتر است که میتونه از این قسمت ریدیوس اولیه و ثانویه در واقع داخلی و خارجی کار رو مشخص کنم و همچنین تعداد پره های این ستاره رو افزایش بدم و نهایتا اینجا بتونم دیستورشن رو تغییر بدم که این رو فعلا روی مقدار صفر قرار میدم و اینجا میتونم برای لبه ها فیلت در نظر بگیرم. خب یه مقدار اینجا رو اگه من افزایش بدم مقدارش رو میبینید این قسمت های ستاره من داره پخ گرد میخوره. حالا بخوام این قسمت های داخلی پخ بخوره چیکار میکنم؟ میام فیلت ریدیوس تو دومیش رو افزایش میدم به این صورت. ببینید به این حالت ما میتونیم یک همچین شکلی رو داشته باشیم. خب ترسیم و مدل سازی این شکل توی بحث مقدماتی فوق العاده سخت بود. در واقع باید سیستم میمدین یه تیک آرک اینجا میزدین یه تیک آرک اینجا میزدین که خب این خیلی طاقت فرسا میشد، ولی با ترسیم یه دونه ستاره و استفاده از پارامتری که فعلا به صورت اولیه در اختیار داریم تونستیم یک همچین شکل زیبایی رو ایجاد کنیم به این حالت. حالا غیر از اینا ما دیگه گزینه‌ای نداریم که ازش استفاده کنیم. دستمون محدود هستش. می‌بینیم چیکار می‌کنیم؟ اینو خیلی راحت کانورتش می‌کنم به تیبل اسپلاین. خب اسپلاین برای من میاد یه سری گزینه‌ها میده که در ساده‌ترین حالتش میتونیم یه سری خطوط حتی انتخاب کنیم و اینا رو یه مقداری جابجا کنیم به این صورت و نوع شکل رو تغییر بدیم. اینا گزینه‌هایی هستن که ادیتیبل اسپلاین در اختیار ما قرار میده. خب حلقه‌ای که اینجا من مشخص کردم رو ملاحظه بفرمایید. اینجا باز دوباره برای این حلقه که داریم دو تا منوی رندرینگ و اینترپولیشن رو داریم و نهایتاً یه دونه پارامترز که میتونه شو اول و دوم این دو تا حلقه من رو نمایش بده که باز برای این قسمت میتونم کانورت به ادیتیبل اسپلاین کنم و یه سری زیرمجموعه دوباره در اختیار داشته باشم که بتونم روش ویرایش‌های رو انجام بدم. خب شکل بعدی همین چنزلی هستش. من این لاین رو هم حذف می‌کنم. این چنزلی من هم باز دوباره یه سری پارامترها داره که میشه روش کار کرد. یه سری رندرینگ و اینترپولیشن داره که اینجا ملاحظه می‌فرمایید برای تمامی اشکال یکسان بودش و پارامترزی که در واقع اینجا میتونه ریدیوس یا همون شعاع این چنزلی من رو مشخص کنه. این قسمت در واقع نوع چنزلیم رو تغییر بده و نهایتا یه سری ساید از لایه این چنزلی رو مشخص کنم. مثلا بگم 4 زلی باشه که میتونه یه مربع باشه، میتونه 5 زلی باشه، میتونه 6 زلی باشه، 7 زلی یا بسته به نیازم. در این قسمت هم میتونم پخوردگی لبه ها رو مشخص کنم که بگم آقا این 8 زلی من توی گوشه های کار یک همچین پخی داشته باشه. ملاحظه میفرمایید پخ خورد گوشه ها. اگه مقدار رو برگردونم به صفر ببینید که گوشه های کار به این صورت شکسته در میاد. خب سیرکولار هم که به شکل دایره در میاره شکل من رو. خب برای اینکه بتونم ویرایش بیشتر روی کار انجام بدم دیگه از این بیشتر نمیتونم در این منو کار کنم. راست کلیک میکنم و کانورت میکنم به ادیتیبل اسپلاین و اینجا دوباره یه سری منوها در اختیار خواهم داشت که ساده ترنش باز دوباره میشه همچین کاری کرد. این خطوط رو انتخاب کرد و یک جابجایی رو بهشون داد تا شکل به شکل دلخواه در بیاد به این صورت. و نهایتا تکستی که در صحنه داریم، خب این تکست میتونه از منوی مودیفایش قابل ویرایش باشه. برای مثال این قسمت من کلمه‌ای که مد نظرم هستش رو می‌نویسم و هر تکستی که میخوام رو وقتی نوشتم میتونم از این منو خارج شم و تکست من در واقع به اون شکل که ملاحظه می‌فرمایید بشه که دلخواه من در بیاد. خب یه سری ویرایش دیگه هم میشه در مودیفایش انجام داد. ببینید اینجا رندرینگ و اینترپولیشنش چه سر جای خودش هستش. در قسمت پارامترز میتونیم فونت کار رو مشخص کنیم که از این قسمت میشه فونت های مختلفی برای کار در نظر گرفت.
خم بودن یا صاف بودن که همون گزینه هستی که در نرم افزار دیگه هم ملاحظه می‌فرمایید، آندرلاین قرار دادن برای ترسیم، راستچین، چپچین یا حالا وسطچین بودن و یا حتی جاستیفای شدن تکستی که نوشتیم رو میشه اینجا مشخص کرد یا حالا راستچین باشه یا چپچین باشه. در قسمت پایین منوال آپدیت رو اگه بزنیم آپدیت عادی خواهد شد، هر تغییری که اینجا دادیم، برای مثال من اگه این قسمت رو حذف کنم دیگه این توی ویوپورت دیده نمیشه، باید این آپدیت رو بزنم تا برای من بروز بکنه، یا اگه بخوام اینجا این گزینه رو دوباره برگردونم من وقتی اینو بنویسم تغییری در صحنه نمیبینم، باید این آپدیت رو بزنم تا آپدیت بشه. ولی اگه این قسمت فعال نباشه، بدون تیک باشه، هر تغییری که اینجا انجام میدم برای من ببینید به صورت آنلاین داره توی صحنه در لحظه ایجاد میکنه. خب به این صورت برای تکست هم میتونیم یه همچین تغییری رو اینجا بدیم. ولی خب من اگه بخوام مثلا این F رو بزرگتر کنم باید چیکار کنم؟ من نداریم اینجا یک همچین گزینه ای رو. میام خیلی راحت کانورتش میکنم به تیبل اسپلاین و میام توی ورتکس ها مثلا این قسمت رو میتونم بگیرم و یک مقدار این رو بزرگتر کنم، این قسمت از تکستم رو، به این شکل ملاحظه میفرمایید. خب میام بیرون از انتخاب و یک کمچین تکستی که افش بزرگ هستش رو دارم. خب از این قسمت خارج میشم. ما الان در خصوص اشکال دو بعدی، حالا من یه سریاش رو اینجا ترسیم کردم، میشه الیپس بیزی ترسیم کرد و این رو در واقع توی مودیفای ویرایش کرد، نهایتا بیایم کانورتش کنیم به تیبل اسپلاین و یه سری گزینه‌های دیگه هم اینجا بشه در اختیار داشت. خب این ترسیمات دو بعدی که من خدمتتون عرض کردم، در واقع گزینه‌ای که اینجا داشتیم میشد یه سری ترسیمات دو بعدی انجام داد و داخل مودیفایشون یه سری تغییرای اولیه هم بهشون داد، ولی این که بتونیم بیشتر روی این ترسیمات کار کنیم و ویرایش‌های حرفه‌ای‌تر رو انجام بدیم به چه صورت خواهد بود، باید اون رو ترسیم کنیم و نهایتاً تبدیلشون کنیم به editable spline ها. که بحث این جلسه ما بعد از این که در واقع این ترسیمات رو انجام دادیم همین بحث spline ها هستش و editable spline که خیلی ویژگی ها و کاربردهای مختلفی داره که یه قسمت اولیه‌اش رو من در ابتدای این جلسه عرض کردم، ولی حالا میپردازیم به مابقی قسمت ها و میخوایم در واقع ببینیم که editable spline روی تمامی این ترسیمات دو بعدی و هر ترسیم دو بعدی که از یک نرم افزار دیگه وارد 3D استودیو مکس میکنیم چه تغییراتی انجام میده، چه کارهایی انجام میده و چه کاربردهایی داره و میشه ازش چه استفاده هایی کرد. حالا برای ورود به بحث editable spline و انجام یه سری ویرایش ها روی خطوط و ترسیمات دو بعدی، ما نیاز هستش تا مرحله creation اشکال رو هم بررسی بکنیم. ما این اشکالی که ملاحظه میفرمایید و حالا ترسیمات دو بعدی که هستن رو نحوه مودیفای کردنشون بعد از ترسیم رو با هم بررسی کردیم، اما نیاز هستش که یه سری گزینه ها هم قبل از اینکه ایجاد بشن در صحنه رو هم با هم مرور کنیم. ببینید دوستان، من میخوام یه لاین تو صحنه ترسیم کنم. برای ترسیم این لاین قبل از اینکه در صحنه کلیک کنم، بعد از اینکه اینجا من فعالش میکنم، یه سری گزینه ها اینجا دارم. خب رندرینگ و اینترپولیشن برای من ثابت هستش. قسمت کریشن متد نوع ساخت این شکل دو بعدی خط من رو داره مشخص میکنه. ببینید اینجا من میتونم کورنر یا به صورت گوشه در نظر بگیرم، میتونم به صورت اسموس در نظر بگیرم، این حالت کلیکی خودم رو میام روی اسموس قرار میدم و یه ترسیم رو انجام میدم. ببینید من هر کلیکی انجام میدم، سوا این که من اصلا موس رو نگه دارم یا موس رو رها کنم، کلا برای من قوس داره ترسیم میکنه و اصلا هیچ خط مستقیمی برای من ترسیم نمیکنه. خب من این رو حس میکنم، میام دوباره لاین رو فعال میکنم، این بار میارم روی کورنر قرار میدم، حالا کلیک میکنم. ببین با هر کلیک من این بار میاد خط راست ترسیم میکنه. پس تفاوت بین کورنر و اسموس رو در این قسمت ملاحظه کردیم. درگ تیپ میاد برای من نحوی درگ کردن رو مشخص میکنه. در زمان درگ کردن موس، من عرض کردم خدمتون، وقتی نقطه رو کلیک میکنم و موس رو جابجا میکنم ولی کلیک رو رها نمیکنم، یعنی دارم درگش میکنم، به چه صورت ترسیم بشه رو مشخص میکنه در این قسمت. پس من میام دوباره لاین رو انتخاب میکنم اینجا در قسمت درگ تیپ، این بار میذارم روی حالت کورنر. جفت این حالت رو روی کورنر گذاشتیم، حالا میام ترسیم میکنم. ببینید میام کلیک میکنم، میکشم اینجا، دوباره کلیک میکنم، موس رو جابجا میکنم. حالا این یکی قسمت من میخوام کلیک رو بزنم دیگه رها نکنم. ببینید رها نمیکنم، همینطوری من نگه داشتم. چه اتفاقی افتاد؟ الان باید اسموس میشد این قسمت من دیگه، درسته؟ نشد. چرا؟ چون من اینجا اومدم کورنر رو انتخاب کردم. به این صورت میتونم اینجا ترسیمی رو انجام بدم. در ادامه دوباره لاین رو فعال میکنم، میام این قسمت، این بار روی حالت اسموس میذارم که خب روی اسموس بود، با هر کلیک و درگی ما میتونستیم یه سری گوسا به کار بدیم. حالت بیزیر رو دارم در این قسمت اینجا، بیزیر که اگه روی این حالت بذارم ترسیمات من میتونه نصف لاین باشه نصف گوس باشه. ببینید
اینجا من موس رو که گرفتم و کشیدم اینجا رو قوس کرد ولی اینجا رو خط راست کرد برام، اینجا رو دوباره قوس کرد اینجا رو خط راست کرد. ولی اگه روی اسموس باشه الان اینجا قوسی که من دارم میزنم چیکار میکنه؟ کلا دو طرف ورتکس من به صورت قوسی ترسیم میشه. ولی اینجا ببینید اینجا قوس شده، از اینجا به بعد خط شده، اینجا قوس شده اینجا خط شده. این ولی نه، این حالت اسموس هستش، در واقع دو طرف ورتکس من رو اومده چیکار کرده؟ به صورت قوسی شکل در آورده. خب من این ترسیم رو حذف میکنم. پس با نحوه کرییشن خطوط دو بعدی هم خوب هستش آشنا بشیم که بتونیم قبل از این که تبدیلشون کنیم به ادیت اسپلاین این کار رو انجام بدیم، این کرییشنش رو مشخص کنیم، بر اساس اون کرییشن مدلمون رو برای بحث دو بعدی انجام بدیم و نهایتا روی اون مدل راحت‌تر میتونیم ویرایشمون رو انجام بدیم. خب در زیر مجموعه مثلا سیلیکل رو داریم که اینجا میتونه به صورت ایج باشه یا سنتر باشه. توی سنتر میتونیم از مرکز ترسیم کنیم، توی ایج میاد محدود میکنه به یک گوشه، یعنی مماس میکنه دایره من رو به قسمت، یعنی من اگه بخوام از این قسمت یه دایره ترسیم کنم کلیک میکنم میکشم ببینید دایرم رو میاد روی این نقطه مماس میکنه به این صورت، که این نیاز هستش حتما در تمرین اینو رو بررسی کنید دوستان. یا برای آرک، من برای اینکه آرک رو در حالت عادی ترسیم کنم باید کلیک کنم موس رو درگ کنم یه جای دیگه و دوباره کلیک رو رها کنم و مقدار قوس این آرکم رو مشخص کنم، که در زیر مجموعه آرک قبل از اینکه ایجادش کنیم یه قسمت داریم کرییشن متد. اینو اگه روی سنتر اند اند بذاریم میتونیم اول یه مرکز مشخص کنیم، یه انتها مشخص کنیم و دوباره با حرکت دادن موس مقدار قوسی که مد نظر من هستش رو اینجا مشخص کنیم، که خب اینم یه حالت برای ایجاد آرک هستش. پس با زیر مجموعه این قسمت ها حتما دوستان کار کنیم. من چند تاشو عرض کردم خدمتون، مابقیش رو به خودتون میسپارم که در ترسیمات دو بعدیتون قبل از این که اینجا ترسیم رو انجام بدین در این قسمت این تمرین رو انجام بدین، اینجا رو قشنگ بیاین دستکاری کنین، گزینه‌های مختلف رو تست کنین، ببینید ترسیم به چه صورت تغییر میکنه. ببینید الان اینجا روی حالت ایج هستش، من یه همچین ترسیمی انجام میدم. اگه روی حالت سنتر باشه ببینید میاره از مرکز ترسیم رو انجام میده. اینا حالت‌های مختلفی هستن که برای کرییشن های دو بعدی مورد استفاده قرار میگیرن. خب حالا میام سراغ بحث ادیتیبل اسپلاین. ما با اسپلاین آشنا شدیم، میام یه ترسیمی رو انجام میدم روی ویوپورت هم به حالت کورنر یه همچین ترسیمی رو انجام میدم و میام روی این قسمت تغییراتم رو انجام میدم. خب ترسیمی که الان انجام دادم رو میام کانورتش میکنم به ادیتیبل اسپلاین. خب بعد از اینکه تبدیلش کردم به ادیتیبل اسپلاین من اینجا منوهام رو خواهم داشت. حالا میام سراغ منوی سوم که سلکشن هستش. دو تای اولی رو ما با هم بررسی کردیم. سلکشن میاد نحوه انتخاب قسمت‌های مختلف اسپلاین که در صحنه دارم رو به من نشون میده. خب برای اولین قسمت و ساده‌ترین قسمت، خب من اگه بخوام گوشه‌های کار رو انتخاب کنم از این قسمت از ورتکس میتونم استفاده کنم. ورتکس رو وقتی بزنم میتونم نقاط روی اسپلاینم رو ببینم و اینها رو انتخاب بکنم. بعد از اینکه من ورتکس رو زدم میتونم هر کدوم از این ورتکس ها رو که دلم بخواد انتخاب کنم و جابجاشون کنم، بیام حتی روتیتشون بکنم. مثلا این دوتا ورتکس رو من انتخاب میکنم و یه روتیت بهشون میدم. اینا دست خودمون هستن که به چه صورت ویرایشایی رو در این قسمت ها انجام میدم. میام این دوتا سگمنت رو انتخاب میکنم و روتیت رو بهشون میدم به این صورت. اینا در واقع دست خودم هستن. یا اسپلاین رو حتی انتخاب کنم و بیام این رو کلن روتیت کنم. اینا یه سری سلکشن ها هستن که به من در ابتدای کار میده. با فعال کردن هر کدوم از این سلکشن ها زیر مجموعه هایی براش فعال خواهد شد که میتونیم از اونا استفاده کنیم. گزینه بعدی قسمت نیم سلکشن هستش، کاری به این قسمت نداریم. در منوی پایین لاک هندلز در واقع میاد انتخابی که ما برای ورتکس انجام دادیم رو هندل ها رو لاک میکنه و دیگه هندل ها با ورتکس حرکت نمیکنن، میبینید به این صورت لاک میشن. و همچنین در خصوص ویزیر ها و حالا هندل ها و تانژنت هایی که برای هر ورتکس مورد استفاده قرار میگیره هم این گزینه مورد استفاده قرار میگیره. اما گزینه خیلی مهمی که اینجا میشه ازش استفاده کرد ایریا سلکشن هستش. برای این کار من میام این اسپلاین رو کلا از بین میبرم، میام توی نمای تاپ در این قسمت یه دونه خط رو میخوام ترسیم بکنم. اینجا من یک کلیکی رو انجام میدم و یه خط رو میخوام با اندازه ترسیم کنم که بتونم این موضوع رو خدمتتون بهتر ارائه بدم. خب این خط رو من در صحنه دارم، کالرش رو هم تغییر میدم به یه رنگ مشخص به این صورت و حالا میام اینو کانورت میکنم به اسپلاین، میرم در زیر مجموعه ورتکس این قسمت، میام ایریا سلکشنم رو مشخص کنم. خب ببینید من میام این ورتکسم رو انتخاب میکنم. با انتخاب کردن این ورتکس خب فقط خود این ورتکس انتخاب میشه یه، درسته؟ ایریا سلکشن میاد محدوده سلکشن من رو مشخص میکنه. ببینید من این رو روی 10 میذارم و این بار میام روی همین ورتکس دوباره کلیک میکنم، میام روی این ورتکس کلیک میکنم، میام روی این ورتکس کلیک میکنم. چرا اینجوری نمیشه؟ هیچ یعنی تغییری ایجاد نمیشه، چون همچنان این مقدار
کم هستش. من میام اینو بیشتر میکنم، روی حالت 20 قرار میدم، میام روی سگمنت کلیک میکنم و میبینی که همچنان انتخاب صورت نمیگیره. میام این قسمت رو 50 واحد افزایش میدم. البته این قسمت رو باید اینجا فعالم بکنیم ایریا سلکشن. خب بیام روی یه دونه ورتکس کلیک میکنم، ببینید 4 تا ورتکس برای من، حتی این ورتکس هم انتخاب شدن. ببینید اگه روی 10 اینو ست کنیم و هر کدوم از این ورتکس ها رو انتخاب کنیم باز انتخاب نمیشه. چرا؟ چون ما اینو فعال نکردیم. من میام اینجا اول اینو فعال میکنم، این مقدار روی همون حالت 1 سانتی متر قرار میدم. اول فعال میکنم، هر کدوم از ورتکس ها رو انتخاب کنم که خب خودشون دارن انتخاب میشن فقط. اما میام اینجا این مقدار رو افزایش میدم به 10 واحد و حالا میام این ورتکس رو انتخاب میکنم. ببینید دو تا ورتکس برای من انتخاب شد. یا اینجا این ورتکس رو انتخاب میکنم، ببینید دو تا ورتکس برای من انتخاب شد، یعنی اومد به شعاع 10 سانتی متر هر ورتکس که تو این محدوده هستش رو انتخاب میکنه. ببینید من اینو میتونم روی 100 اصلا تنظیمش کنم. ببینید اصلا روی حالت 200 تنظیم میکنم، روی این ورتکس کلیک میکنم، با کلیک کردن روی این ورتکس تمام ورتکس ها برای من انتخاب میشه به شعاع 200 سانتی متر، یعنی میاد اون مقداری که اینجا قرار دادم رو ملاک قرار میده و فواصل اطراف هر چقدر ورتکس باشه رو اینجا انتخاب میکنه برای من. در ادامه سگمنت اند در واقع سگمنت های انتهایی رو برای ما نشون میده. سلکت بای میاد بر اساس سگمنت یا اسپلاین برای ما انتخاب رو شکل میده که اینا رو فعلا بهشون نمیپردازیم. شو ورتکس نمبر شماره ورتکس ها رو در ویوپورت برای ما نمایش میده. برای مثال من اگه این قسمت رو فعال کنم کنار هر ورتکس عدد مربوط به ورتکس نمایش داده میشه. ترسیمی که من انجام دادم از این قسمت شروع شد، یعنی این ورتکس برای من ورتکس اول هستش. ورتکس شماره 1 میبینید، ورتکس شماره 2 3 4 و به این حالت میاد میرسه به ورتکس آخر که 8 هستش. یعنی من 8 تا ورتکس در صحنه دارم که با زدن این تیک میتونم شماره ورتکس رو کنارشون ببینم. با زدن این تیک میاد چیکار میکنه؟ میاد فقط ورتکس هایی که انتخاب شدن شمارهشون رو نشون میده. مثلا من این ورتکس رو انتخاب میکنم، عددش رو میبینید کنارش مینویسه، یا این ورتکس رو انتخاب میکنم، عددش رو میبینید 5 رو اونجا برای من نوشته به این صورت، یا این ورتکس که عدد 2، یا این ورتکس که ورتکس شماره 7 هستش. این قسمت دوستان، حالا من این قسمت رو غیر فعال میکنم، در این قسمت ما تعداد ورتکس های انتخاب شده رو میتونیم ببینیم. الان 0 ورتکس انتخاب شدن. میام این 4 تا رو انتخاب میکنم، میبینید اینجا مشخص میکنه که 4 تا ورتکس انتخاب شدن. پس از این گزینه ها میشه برای بحث سلکشن ها استفاده کرد. در ادامه بحث سافت سلکشن ها رو داریم که انتخاب های نرم با شعاع و با فالاف و گزینه های مختلف که بتونیم در واقع نسبت به یک شعاع یه سری انتخاب های نرم رو انجام بدیم به چه صورت باشه شکل انتخاب رو داریم که با این موضوع در بحث مقدماتی حتما آشنا شدین در خصوص نحوه انتخاب های نرم و کلا بحث سلکشن ها.